من سعدالله کمالیم. تو محل به هم میگن حاج کمالی. زمانی که بچه بودیم تو همین کوچه فوتبال بازی میکردیم. واسه خودم هم اعتباری دارم. ما باید به این جوانا اعتماد بکنیم. بیادبی نباشه. یه جورایی بزرگ محله هم. اما روزگار کاری کرده شدیم بازیچه غزاله سماواتی. در خدمتم. مهمون خونه مامان جونم شده کلاس درس. اینم یه جوریشه دیگه. خب من در خدمتم، بفرمایید. قدیما بهتر از این از مهمونات پذیرایی میکردی. مهمون سرزده بر پذیرایی نیومده. اگه معطل چای شربتین که بگم براتون بیارم. سرزده اومدم که پشت در نمونم. غزاله من نگاه کن. چرا واقعا؟ چرا؟ الان بعد این همه سال سر زده این موقعی صبح اومدی که اینو بپرسی؟ نه واقعا، چون میدونم پرسیدنش فایده ای نداره. اصلا مگه یکی دوتا سواله؟ تو این 10 سال هر روز صبح از خواب بلند شدم یه سوال تازه عذابم داد. جواب همین سوالا رو کی باید بهم بده؟ تو جوابشو میدی؟ ها؟ میدونی تو این 10 سال من چی کشیدم؟ میفهمی؟ نه نمیفهمی. تو یه چرا میشنوی؟ ولی 1000 تا سوال از این یه دونه چرا در میاد بیرون. اوایل فکر میکردم که شاید با یه بابایی در ارتباطی، ولی الان میبینم بعد 10 سال هنوز مهمون خونه مامان جونی. میدونی جواب این سوالا کی واسم مهم میشه؟ وقتی که راستشو بهم بگی. من دروغی نگفتم که الان بخوام راستشو بگم. داری پنونکاری میکنی؟ الانم داری همین کارو میکنی؟ بعد 10 سال حاضر نیستی الان تو چشام نگاه کنی بهم بگی چرا؟ میدونی من چقدر دوست داشتم؟ میدونی؟ چطور دلت اومد؟ من خیلی وقته که دیگه به این چیزا فکر نمی کنم. اگه صحبت دیگه ای داری من در خدمتم. حالا که اینجوریه بذار حرف امروز رو بزنیم. حرف امروز چیه؟ حرف امروز اینه که تو چه میدونم اینجا واسه خودت کاسبی را انداختی. کاسبی؟ آره، دفتر و دستک، اتاق مامان جونم که کردی اتاق شخصی خودت. انگار نه انگار که من اینجا نبی ارشدم. ببین مرداد، رو کپوس کنده بگو چی میخوای؟ چی میخوام؟ چی میخوای؟ سهممو میخوام. سهممو از این خونه. سهمتو؟ سهمتو برو از مادرت بگیر. بدون اجازه من باشد رفت اونجا. اصلا قرار نبود بره اونجا. میدونستم دیدن این دختر اصلا به صلاحش نیست. همین اشتباهش هم کار دستش داد. کار دست هممون داد. مامان جون همه اموال آقا جون رو بین پسرها تقسیم کرده. حالا اینکه بابای خدا بیامرز شما خواسته همه رو به عشق شهلا جودش به باد بده که به بقیه ربطی نداره. در ضمن شما که دیگه شکایتتون رو کردین، الان دیگه چی میخوای؟
سرکار خانم سماواتی، من واسه دعوا نیومدم اینجا، اومدم تا قبل از اینکه پات به دادگاه برسه با هم به یه توافقی برسیم. چه توافقی؟ مامان جون اینجا رو وقف کرده، نیت کرده برای 4 تا بچه. الان تو و مادرت میخواییم بیان اینجا صاحب بشین؟ سند داری؟ خوبی؟ تو حرفای مامان جون یادت نیست؟ زندگیش تو این خونه یادت نیست؟ یادت نیست چجوری همه زندگیشو وقف مشکلات اهالی این محل کرد؟ جونش بسته به جون این بچه ها بود. پرسیدم سند داری؟ نداری؟ ببین غزال خانم، مادر من همه جا رفته استعلام گرفته، این خونه هیچ جا وقف نشده، از منم وکالت گرفته، داره از شما شکایت میکنه، دادگاه هم به نفع ما رأی میده. من به پول این خونه نیاز دارم، من ورشکست شدم آقا جون، ورشکست شدم. بابام برام یه شرکت ورشکسته به ارث گذاشته. چیز سختی نیست ها، خیلی راحت فهمیدنش. ببین من واسه خودت میگم، بیا این قضیه رو، این داستان رو خیلی خوشگل تمومش کنیم، باشه؟ این داستانی که داری راجبش حرف میزنی همه خونه زندگی منه. همین دیگه، همه خونه زندگی منه. اینجا مال منه، مال توه، اینجا خونه همه ماست. میفهمی؟ میفهمی بابا. ولی هیچی نگفت. پرسیدم با مهداد چی گفتین، چی کارت داشت، ولی اصلا حرف نمیزد، میگفت چیز مهمی نیست. ولی ای کاش گفته بود. مجوز مدرسه شبانه روزی به اسم خانم شکوهی یا غزال خانم صادر شده بود، به اداره ما هم ربطی نداشت. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ایشون تشریف آورده بودن برای انجام امور اداریش که متاسفانه خورد به تعطیلات نوروز، بعدش هم که ایشون از دنیا رفتن. من قبل از عید اتفاقا خودم هم برای کارشناسی ملک رفتم اونجا رو از نزدیک دیدم. خیلی زحمت کشیدین، دوست کردین، ببخشید، بفرمایید. مامان جون بیرون نه، یا هوا سرد شما تو باش، من میام. من راهو بلدم. با عزت، خدا نگهدارت. خانم سماواتی خیلی خوب کاری کردین که خونه رو نکوبیدین. مطمئنم اینجا که مدرسه بشه بچه‌ها کلی توش کیف میکنن. خیر، واقعا خودمونم آرزومون همینه، اینکه بچه‌ها اینجا رو مثل خونه خودشون بدونن. بله دقیقاً همینطوره. خدا خیرتون بده ان شاء الله. ممنون از شما. ابو جان خداحافظ شما. خدا نگهدارت. چطوری؟ من خدمت آشغالم هم عرض کردم. بخش عمده ای از کارهای اداریش انجام شده. ان شاء الله بعد 13ام که ان شاء الله تشریف بیارن، آقای مرادی شما انجام بدین، بخشنامه سریعتر صادر. خیلی از شما ممنونم. واقعا زحمت کشید. تشریف ببرید؟ بله بله. میمون زارم دهن خوش بریم، بفرمایید. بفرمایید. نه اصلا نمیشه، بفرمایید. چای داغ. هوای سرد چسته میشه جان. مامان فریبا جون میدونه آقای مرادی این کار وقت خیلی خیر و ثواب داره. بله. تو مشهد اصلا باب این کار، او کسی که داره به اندازه داشتنش، او کسی هم که نداره به اندازه نداشتنش، همه توی کار سعیم وقف آقا امام رضا میکنم. بله قربونش برم. در جریان هستم. بله. تو مشهد وقف خیلی زیاده. بله. ان شاء الله که باقیات سالها ان شاء الله این کار ثواب برای شما هم داره ها، ان شاء الله از خیر ثواب این کار بخت شما هم باز میشه، یه همسر خوب میگیرن، ما هم دعوت میکنه ان شاء الله، یه مجلس سال گرم میکنه ما. یالا مامان نکو دخترم، نکو دست شما هم درد نکنه. حالا ان شاء الله سر فرصت باز باهات صحبت میکنم راجع به وقت، کلی حرف گفتنی دارم. باشه یالا، خیلی زحمت. یالا مامان یالا
چشام گرم رفت. کیمه هوش اومد. دما از اون صبح هوش اومد بچم خیلی درد داشت غزاله جان. بریم برو برم. غزاله جان. جانم. حالا چی بشه؟ درست میشه. یعنی درستش میکنم. تو خودت خوب بدنی بعد از خدا به مامایش تو همه رو میدون میشنم. ببین از جا کلی پیام دادن حالشو پرسیدن. من برم یه ویدیو بذارم دست بگم حالش بهتر. فیلن لخه درسته غزاله خانوم هم جریان شکایت آقا مهداد و شهلا خانوم به هیچ کی نگفته. خب الان نگفته. حالا اصلا گفت چی میشد ها؟ کی می‌خواد چیکار کنه؟ این دختر بیچاره خودش یک تنه بار همه چی رو به دوش کشیده. هیچ گله‌ای هم نکرده، دمم نزده. حالا به جای دستت درد نکنه است. ها؟ سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خواستم بهتون خبر بدم با دعاهای خیر شما حال یلدا کوچولوی ما خداشکر بهتره، به هوش اومده. هرچند که فکر میکنم که باید یک عمل جراحی دیگه روی پاش انجام بشه، ولی به هر حال هم که خطر رفع شده برای ما خیلی اتفاق بزرگیه. من الان بیمارستان مفرح هستم و خب اینجا خیلی ها مثل یلدا رو تخت بیمارستانن. ماری که رو تخته خانواده رو درگیر می‌کنه. من خواهش کنم اگه حالا چی شد؟ انر رفته دی رفتی اونجا. یه دقیقه چم. رفقایی رو که این گذار رو تخته بیمارستان بله. هستن. و این چه طرز حرف زدن؟ ما مادرت نیاز دارن فراموش نکن. من اینجا که اومدم خیلی برام جالب بود این بیمارستان. بهش گفتیم ما ازش شکایت کردی؟ گفتم دارم درد میشه. ها؟ ها یعنی چی مرتاد؟ بله. میگم بهش گفتیم ما ازش شکایت کردیم. آره گفتم. این بیمارستان احضاریه رو گرفته؟ زمینش آره گرفته. باز گفت آره. این ادبیات جدیده؟ رفتی اونجا چشت افتاد به اون؟ دوباره واسه من دوم در آوردی؟ به اتفاق میریم. پس اگه اینجوریه چرا انگار نه انگار پشتش به کی گرمه که داره همش اینجوری سخنرانی میکنه؟ فعلا هر بیماری که رو تخته خانواده رو درگیر میکنه. من خواهم از تو خواهش کنم اگه بگیر مادر من میذاری من ببینم این چی میگه؟ بله بفهمید. خب الان دقیق و مو به مو بگو چی گفتی چی شنیدی؟ رفتم اونجا گفتم غزاله خانم دوشیزه محترمه مکرمه آیا احضاری از طرف این جانب به حضرت عالی رسیده است؟ ایشونم گفتم بله. واسه همین چند تا جمله این همه را رفتی؟ آره دیگه این دخترم طبق سنوات گذشته پسر بنده رو رو انگشتشون چرخوندن سوار یه قطعه یخ کردن مرجو کردن در به منزل. ببین این تحفه نتنزا والا بسم الله الرحمن الرحیم. این بیمارستان در سال 1321 فکر می‌کنم شهریور 1321 وقت ما اونجاست توسط حاج ابو قاسم مفرح پدر بزرگ من اینجا موقف تأسیس میشه. اینجا بیمارستان نبوده، اینجا باغ یاخچه‌آباد بوده، یکی از باغ یاخچه‌آباد بوده. حاج آقا اینجا رو وقف میکنم و شروع به ساختمان بیمارستان میکنم. ساختمانی میسازن که 1325 تمام میشه. بعد اینجا کشورم اشغال شده بوده توسط بیمار ما. اینجا بیماره افونی هم بیداد میکرده به جمله تیفوس و اینا. حاج آقا اینجا بیماره رو میخوابونده بعد دکتر میابرده بالا سرش. به همین ترتیب حاج آقا این فعالیت میکرده تا اینکه در سال 28 حاج آقا فوت میکنه
و پسر ارشدشون طبق برنامه و متولی میشن که محسن مفرح، حاج محسن مفرح که پدر من است. تو 1331 که بیمارستان تشخیص میکنن و بیمارستان رسمن افتتاح میشه توسط معاون وزارت بهداری وقت و شهردار تهران. الان بیمارستان با 120 تخت داره، یه چیزی در حدود گردش تختش هست بین 900 تا 1000 تا در ماه، بین 500 تا 550 تا از 600 تا جراحی و زنان داره، همین بخش زنان بخش جراحی. سوال دیگه ای که الان ازتون دارم آقای دکتر اینه که در حال حاضر که شما مدیریت بیمارستان رو بر عهده دارید، هنوز هم افرادی که اینجا مراجعه میکنن حالا نیازمند هستن در به لحاظ از پس هزینه ها برنمیان، به چه صورت بهشون کمک میشه؟ کسایی که مراجعه میکنن بیشتر در بخش زنان هست، که اصولا کسایی که بیشتر ما بهشون کمک میکنیم کسایی هستن که حتی بیمه ندارن که میان اینجا، ما به تخفیف کلی بهشون میدیم و یه چیز در حدود بین 800 تا 900 تومن کم و زیاد در سال در ماه ما به اینا کمک هزینه میدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر و دارم که این مسیر رو که شما از در واقع اجدادتون پیش گرفتید و در ادامه دیدین همچنان استوار بمونید توش و ایشانه که این مسیر خیلی پربوتر و خود برکت همشون. ممنون از شما، من خداحافظه میکنم. یعنی چی؟ جالب شد آخرش کشی. بعضی ها از صبح مدام دارن پیام میدن که الان تکلیف خانه روشنا چی میشه. من گفتم که بیام اینجا توضیح بدم، بگم که این اتفاق پیچیده ای نیفتاده. ما دیروز یک مراسمی داشتیم، یک جشنی داشتیم که حالا یک اتفاق بدی اونجا شکل گرفته. یلدای ما الان اومده بیمارستان ولی در اولین فرصت و با حال خوب برمیگرده خونه. من میخوام بگم به شایعه هایی که در فضای مجازی هست خواهش میکنم که اهمیت ندین. میان مثلا میگن که مجوزشون باطل شده. آخه همه اینها که تو یک روز اتفاق نمیفته خانم عزیز، آقای محترم که میان تو فضای مجازی این شایعه ها رو مینویسین راجبش حرف میزنین، خواهش میکنم دیگه یه مقداری تفکر کنید دیگه. همه این اتفاقا که در یک روز ممکن نیست. ما قول مساعدت داریم از آقای کمالی خیر محترم محلمون، اونجا قراره که تجهیز بشه و ما پرقدرت به فعالیتمون ادامه میدیم. ممنون از همگی. نه آقا، من هیچ قولی به هیچ کس نداده بودم. گفتم اگه یه روز توانش دارم کمک میکنم، بعدش دیدم از عهده من خارجه، توانایش ندارم. گفتم نمی کنم. کمک فقط مالی نیست که، روحی هم هست. نیست؟ وقتی آبروم پیش همه همسنفیام رفته، وقتی تو فضای مجازی میگن اون ملک غصبیه، چه کمکی باید من بکنم؟ تازه اون موقع ما فکر کردیم که این حرفا دروغه. بعدن فهمیدیم که نه، دروغ هم نیست. ما هم گفتیم نیستیم، به دکار که نبودیم، بودیم؟ شما این؟ سلام آقای کمالی، خوبی؟ سلام. بگو غزال خانم بیاد. غزاله نیستش. من خودم صداشو شنیدم الان. آقای کمالی صدای من بود، اگر امری دارین در خدمتم. اومدن به سایلا رو هم بردن؟ بله آقا امیرعباس صبح همه رو برزد برد. شما دختر آقا سهیلین؟ بله خودم هستم. همونی که از هند اومدین؟ بله. آقای کمالی دیروز همه اینا رو تو جشن پرسیدین ها؟ بله بله. میدونی من با آقا سهیل خیلی رفیق بودم زمانی که بچه بودیم، تو همین کوچه فوتبال بازی میکردیم. بهش بگی کمالا میشناسه. بله بله بابا هم
همه چی رو تعریف کرده، گفته تو این محل بزرگ شدیم، گفته که اینجا به دنیا اومدیم. اون عموی خدا بیامرز نه، ولی بابا تو عموز زرنگ بودن و رفتن. ببینم اون شرکت هنوز دارم؟ بله، خودم تو قسمت بازرگانیش کار میکنم. آقای کمالی، غزاله نیستش، اگه امری دارین من در خدمتم. آه بله بله، گفتین شما. چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اتفاق که نه، میدونی اومدم زنگ بزنم به غزاله خانوم، گفتم شاید سوء اتفاقم پیش بیاد. من یه مشکل مالی خوردم، قرار بود یه سری وسیله برای مدرسه بخرم. انشالله اگر وضعم خوب بشه حتما میام وسایل مدرسه رو میخرم. به بابا سلام برسون، به خزار خانم. نمیتونستم به غزاله بگم، فقط زنگ زدم به امیر عباس گفتم که اونم تو فهمید گوشو قطع کرد. عصبی میشه اینقدر زود جوش میاره، آخه بچه بود اصلا اینطوری نبود. بعد من تنها راهی که به ذهنم رسید اینه که از خونه دویدم بیرون، رفتم مغازه کمالی رو پیدا کردم که خدا رو شکر هم دیر نرسیدم. واقعیتش نه من نه امیر عباس دلشو نداشتیم زنگ بزنیم به غزال خبر بدیم که کمالی زده زیر حرفاش. تو راه برگشت تنها فکری که به ذهنمون رسید این بود که زنگ بزنیم به دکتر سلامی بگیم. لاله جان با من تماس گرفت و گفت که آقای کمالی پشیمون شده. منم تماس گرفتم به غزاله جان و دعوتش کردم دفترم، اومد با هم کلی صحبت کردیم، شبشم رسوندمش خونه. همین. ببین راستش رو بخوای من خیلی هم از ماجرای بدقولی این کمالی ناراحت نیستم. این آدم با این رفتارش نشون داد که چقدر منفعت طلب و سوء استفاده گره و فکرشو بکن در ادامه مسیرمون چقدر میتونست به ما آسیب جدی تری بزنه. ببین حقیقت اینه که تو این چند روزه همش با همین جمله‌ای که میگی خودم رو دلداری دادم، ولی حالم خوب نیست، نه به خاطر خودم ها، به خاطر بچه ها. میفهمم، ولی خودت میدونی کمالی آدمی نبود که بیمنت بخواد به اون خونه کمک بکنه.
من شک ندارم هر وقت اگر این بچه ها رو توی کوچه پس کوچه میدید با یه رفتاری با یه واکنشی باعث میشد که غرورشون بشکنه. اما اصلا یادم رفته بود اینو برای تعریف کنم. چند روز پیش سینا اومد منو کشید کنار گفت خاله غزاله میخوام یه چیز خیلی مهم بهت بگم. حالا من فکر کردم میخواد چی بگه. حالا مثل اینکه این بچه جلوی مغازه آقای کمالی بوده، کمالی هم داشته رد میشده که مثلا بره خونش و اینا، بدون اینکه چیزی از بچه بخره یه اسکناس داده بوده بهش. بعد اینم بهش برخورده بود اومده بود میگه نه این چرا بدون اینکه از من چیزی بخره همینطوری به من پول داده. میگه حسابی بچه ناراحت شده بود دیگه. منم همینو میگم. ببین همه هدف ما اینه که واسه هر کدوم از این بچه ها یه شخصیت اجتماعی مستقل بسازی. حالا فکر کن یه نفر که مدام توی این خونه رفت آمد داره بخواد با رفتارهای توهین‌آمیزش آینده این بچه ها رو خراب کنه. غزاله؟ غزاله؟ خوبی؟ آره بریم. ببخشید من اصلا تمرکز ندارم، همش فکرم پیش یلداست. هممون برای یلدا ناراحتیم خب، ولی من تو رو بهتر از خودت میشناسم. چیزی هست که داری از من پنهان میکنی؟ چیتان فیتانه هم باشه. آره ما هم رفتن تو هیچی دیگه بی خیال شو زهر نزن بابا، باز خاطر خودت میگم. باشه برو باز منم بگیری ها. کار عقبه، خیلی هم عقبه. خداحافظی. دلم نایمد گناه داشت بچه مگه چی کار کرده بود. ولی خب منم کارم گیر اکبر بود دیگه. یه روزگاری چهارراه منطقه زیر دست اکبر بود، ولی این آخریا دیگه کلاش پشم نداشت. من بودم و هفتش تا بچه و یه چند تا چهارراه. روزی امام افتاده بود دست قوزی. اگه به خودش بود اصلا رضایت نمیداد این بچه ها رو ببرم سر کلاس، ولی این قانون شده بود باید بچه ها میرفتن مدرسه. این اکبرم لاکار باید تن میداد وگرنه بساطش رو جمع میکردن. خدا وکیلی این قضیه هم از جون مایه میذاش برای این بچه ها. به خاطر همین من دلم نیومد آمارش رو به این اکبر بدم.
خدا اینجاست، خدا آبی تر از آرامش دریاست.